آموزش مسائل جنسی به کودکان. با سلام و احترام خدمت همکاران محترم، خیلی دوست داشتم که در رابطه با آموزش مسائل جنسی به کودکان سخنرانی بکنم، به خاطر اینکه امروزه در همه جای دنیا کودکان مورد تعرضات جنسی قرار میگیرن و خبر بسیار دردناکی هست. ضمن اینکه زمانی که به یک کودک داره تجاوز میشه، اولا اون بچه نمیدونه چه اتفاقی داره براش میفته. بر فرض اینکه بدونه چه اتفاقی داره براش میفته، زمانی میتونه از خودش دفاع بکنه که توانایی نگفتن داشته باشه و عزت نفس و اعتماد به نفس نگفتن داشته باشه. و این اعتماد به نفس رو، این توانایی نگفتن رو در درجه اول باید از پدر مادرش یاد بگیره، از اولین کسایی که ازشون چیز یاد میگیره. برای همین امروز روی صحبت من بیشتر با پدر و مادر هست، به خاطر اینکه حالا من خودم خیلی کلن تون صحبت میکنم، ولی سعی میکنم که خیلی راحت، خیلی شماره شماره در واقع حرفامو بزنم. اول از اینکه از نظر خود من، جامعه هر چقدر هم که ناامن باشه، باز هم در درجه اول این وظیفه پدر مادر هست که خیلی مسائل رو به بچه‌هاشون یاد بدن و امن‌ترین محیط رو برای بچه‌هاشون به وجود بیارن. قدم اول این هست که خود پدر و مادر باید آگاهیشون رو نسبت به مسائل جنسی کودکان افزایش بدن و در این خصوص در بازار ایران کتاب‌های موجود هست که پدر و مادر، یعنی البته همه افراد جامعه به طور کلی میتونن این کتاب رو، این کتب رو از بازار بخرن یا از کتابخونه تهیه بکنن، مورد مطالعه قرار بدن که اول از همه با آگاهیشون اضافه بشه. حالا من 5 کتاب رو پیدا کردم که در بازار ایران موجود هست، براتون میخونم. به عنوان مثال کتاب آموزش جنسی به کودک و نوجوان اثر دکتر تبریزی، کتاب تربیت جنسی کودکان ترجمه لیلا لفظی، کتاب مسائل جنسی از کودکان از مشتبه امینزاده و کتاب سوء استفاده جنسی از کودکان از جواد محمود قرایی. و همچنین در فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام پروژه قایم باشک چندین سال هست که در رابطه با نحوه آموزش مسائل جنسی به کودکان فعالیت میکنن. شما حتی اگه همین الان تو گوگل هم سرچ کنین قایم باشک براتون میاره. البته به طور کلی راجع به مسائل کودکان، ولی فکر میکنم خود از سال 93 یا 92 در رابطه با نحوه آموزش مسائل جنسی به کودکان ویدیو درست کردن، کلیپ درست کردن. من خودم چند تا از ویدیوهاشون رو دیدم و به نظرم آموزنده میاد. و پدر مادر در واقع میتونن در صفحات مجازی این مطالب رو، این صفحات رو دنبال کنن. یه موقعی هم هست که خود پدر و مادرها آگاه هستن به مسائل جنسی کودکان، ولی نمیدونن چجوری باید به بچه 4-5 ساله راجع به مسائل جنسی صحبت بکنن، یا روشو نمیشه یا بلد نیستن، نمیدونن که بچه چه عکس‌العملی نشون میده. برای همین خیلی مهم هست که از روانشناس کودک و متخصص کودک کمک بگیرن. حتی خیلی از کلینیک ها در ایران کارگاه‌های آموزشی میذارن، مثلا کلینیک سینا تو خیابون آمادگاه اصفهان چندین سال پیش که ما حتی ایران بودیم، کارگاه‌های آموزشی مجانی میذاشت، هم برای خانمای باردار، هم برای در واقع کودکانی که افسردگی دارن و در رابطه با مسائل جنسی کودکان هم خب پدر مادرها سوال میکنن و در واقع روانشناس میتونه راهنماییشون بکنه. و در نهایت همین هست که خود پدر و مادر بچه‌هاشون رو برای ساعات طولانی با افراد غریبه تنها نذارن، بچه‌ها رو تو کوچه‌های خلوت و کم رفت آمد نفرستن. البته نمیگم که بیمارگونه بچسبیم به بچه‌ها، چون اون هم وابستگی به وجود میاره و اون هم اشتباس، ولی هر کسی با توجه به شرایط زندگیش باید امن‌ترین محیط رو برای فرزندانش فراهم بکنه. و اینکه خیلی مهم هست
که پدر و مادر رابطه خیلی صمیمانه با بچه‌هاشون داشته باشن، که اگر زمانی اتفاقی برای بچه بیفته یا مثلا برای بچه مثلا برای یه نفر دیگه بیفته و بچه این اتفاق رو ببینه، ترس از عکس العمل پدر مادرش نداشته باشه که حالا من این قضیه رو برای پدر مادرم تعریف کنم، دعوام نکنن، چی نگن، این کارو نکنن، اون کارو نکنن. برای همین خیلی مهم هست که رفتار پدر مادر تو این جور مسائل خیلی عاقلانه باشه. مطلب بعدی که میخوام بگم در رابطه با دو قشر افراد هست که معترضین جنسی هن. تعرضات جنسی به کودکان معمولا از طریق دو قشر افراد صورت میگیره، یکی افراد مبتلا به پدوفیلیا و دیگری معترضین جنسی غیر پدوفیلی. افراد مبتلا به پدوفیلیا تمایل به رابطه جنسی با کودکان نابالغ دارن و پدوفیلیا در آقایون خیلی شایع تره، ولی به این معنی نیست که در خانم ها وجود نداره. برای همین پدر و مادرها باید همیشه متوجه این باشن که هر کسی با هر نژادی، با هر عقیده مذهبی، با هر جایگاه اجتماعی و جایگاه شغلی از لحاظ جنسی میتونه برای بچه ما خطرناک باشه، به خاطر اینکه ما هیچ وقت نمیتونیم آدم ها رو از ظاهرشون قضاوت بکنیم. و آمار نشون میده که 30% از بچه ها توسط اعضای خانواده و فامیل نزدیک، 60% توسط دوستان و آشنایان مثل معلم، سرایدار، همسایه، مربی، پرستار، راننده و اینجور افراد، و فقط 10% ما بقی هستن که توسط افراد کاملا غریب مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن. حالا 6 مورد رو توضیح میدم خیلی کوتاه در رابطه با نحوه آموزش مسائل جنسی که پدر و مادرها باید جدیشون بگیرن. اول از اینکه به فرزندانمون از 3 سالگی به بعد صراحتا باید یاد بدیم که فقط خودت مالک بدنت هستی و هیچکس حق نداره نواحی خصوصیت رو لمس بکنه. دوم اینکه سن و لمس رو باید به بچه‌ها یاد بدیم. اول لمس خوب هست، مورد اول لمس خوب هست، مثل اینکه مثلا یه نفر بخواد به بچه دست بده یا به منظور تحسین کردن بزنه پشت شونش. و دوم لمس بد هست، مثل مشت و لگد، کتک، هل دادن، کشوندن بچه، پرخاشگری، داد و بیداد. و سوم لمس قایمکی هست، مثل لمس نواحی جنسی، ناحیه جنسی بچه، لمس سینه هاش، لمس پشتش، پایین کمرش، بالای پاش. و مورد سوم این هست که رازداری مهمترین تاکتیک افراد معترض جنسی هست. برای همین پدر مادر باید به بچه‌ها یاد بدن اون رازی که تو رو افسرده و پریشون میکنه راز خوبی نیست و تو اونو باید با پدر مادر در میون بذاری. و چهارم این که هرگز از کنار صحبت‌های بچه‌مون وقتی داره راجع به این جور مسائل حرف میزنه سرسری و کورکورانه رد نشیم. فکر نکنیم که این اتفاق برای هر کی ممکنه بیفته به جز بچه من. فکر نکنیم که مثلا حتما خواب دیده یا توی فیلمی چیزی دیده یا خیالاتی شده یا این اتفاق مثلا دیده سر یکی اومده، حالا اینم دیده ترسیده داره برای ما تعریف میکنه، یا فکر نکنیم که حالا کوچیکه بعد بزرگ میشه یادش میره. اتفاق تلخی که تو بچگی شکل میگیره هیچ وقت تو بزرگسالی فراموش بچه نمیشه، حتی اگر بچه تو سن کوچیک پدر مادرش رو با هم ببینه این تصویر تو ذهنش میمونه همیشه. و پنجم این که پدر مادرها میتونن در قالب بازی‌های مختلف به بچه‌ها یاد بدن که چطوری از خودشون دفاع بکنن و چجوری نه بگن. مثلا دارین بازی میکنین، به بچه میگین که حالا من دست میزنم به مثلا پشتت یا به آلت جنسی، و تو بلند شو دست منو بکش، داد بزن، بگو نه نمیخوام، نکن، فرار کن، جیغ بزن و فرار کن برو. و با بازی‌های مختلف چندین بار این کار رو با بچه انجام بدیم که این ملکه ذهن بچه بشه و این کار در واقع انجام پذیره، این کار جواب میده. و مورد بعدی این هست که باید به بچه ها آموزش بدیم، خب این کاری که الان تکثر پدر مادر ها میکنن، از افرادی که نمیشناسن هدیه یا خوراکی قبول نکنن،
دعوت به جایی رو بدون هماهنگی با پدر و مادر قبول نکنن و اگر دیدن طرف خیلی داره اصرار میکنه دوباره داد بزنن، بگن نه نمیخوایم و فرار کنن برن به یه جای امن، مثلا توی سوپری جایی یا مثلا توی خیابون و یه آدم امن، مثلا یه خانم توی خیابون یا یه مغازه داری چیزی ازش بخوان که شماره شما رو براش بگیره. ضمن اینکه خیلی مهم هست پدر و مادر با افرادی که با کودک ارتباط دارن، مثل راننده سرویس، مثلا معلم زبان بچه، مثلا سرپرست بچه یا دوستای بزرگتر بچه ارتباط داشته باشن، به خاطر اینکه خیلی اوقات خود آزار جنسی توسط دوستایی هست که مثلا 3-4 سال از اون بچه بزرگتر، یا حتی این افراد، این بچه‌هایی که 3-4 سال بزرگتر از بچه‌های ما میتونن مسائل جنسی رو خیلی زودتر از سنشون بهشون یاد بدن. و در این خصوص لازم میدونم که در رابطه با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، امیدوارم که خیلی تند حرف نزده باشم، در رابطه با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک باید توضیح بدم که پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کردند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شوند. این کنوانسیون در 20 نوامبر سال 1989 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از 2 سپتامبر 1990 لازم الاجرا شد. تاکنون 193 کشور به جز کشور آمریکا این سند را تصویب کردند یا به آن ملحق شدند. به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ میباشد. همچنین در 25 مه سال 2000 الحاق 2 پروتکل اختیاری به کنوانسیون مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. یکی پروتکل الحاقی درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی و هرزنگاری کودکان که این اقدامات را در کشورهای عضو ممنوع می‌سازد، و دیگری پروتکل الحاقی درباره بیکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه. مثل اینکه مثلا بچه زیر 18 سال حق نداره بره سربازی یا حق نداره تو جنگ شرکت بکنه. حالا به همین جهت مواردی که توی کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک به مسائل جنسی کودکان پرداخته رو من براتون میخونم طبق خود کنوانسیون. طبق ماده 3 کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی و ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می‌باشد. ماده 19 کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار، من جمله سوء استفاده جنسی در حین اینکه کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد به عمل خواهند آورد. این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضا باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازمه از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت‌ها و برای پیشگیری، شناسایی، گزارش‌دهی، ارجاع، تحقیق، درمان و پیگیری موارد بدرفتاری‌هایی که قبلا ذکر شد مورد پشتیبانی از پیگرد قضایی باشد. و در آخر باید اضافه بکنم که دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 با قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسما این کنوانسیون را پذیرفت، مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا نباشد. در این خصوص باید توضیح بدم که اولا به خاطر اینکه خب قانون جمهوری اسلامی قانون بر طبق اسلام نوشته شده، قانون اساسی اسلامی داریم و در اسلام سن تکلیف 9 سال و 15 سال هست، در قانون ایران کودک زیر 18 سال میتونه ازدواج بکنه.
ولی همونطور که در اخبار نقض حقوق بشر ما ماهانه همینجا میایم میگیم ازدواج اجباری در رابطه با ازدواج اجباری کودکان، ازدواج اجباری کودکان مساوی است با تجاوز به اون کودک، ولی اون کودک دستش به جای بند نیست به خاطر اینکه قانون کشورش ازش حمایت نمیکنه. این مورد اول. مورد دوم این که کنوانسیون بین المللی حقوق کودک درباره تمام کودکان صحبت میکنه، ولی در ایران در جمهوری اسلامی کودکان صیغه‌ای و کودکان نامشروع چون که شرع قبولشون نداره از این حقوق بهره مند نیستن، ضمن اینکه این افراد البته تابعیت ایران نمیگیرن، شناسنامه ایرانی نمیگیرن، از خیلی حقوق دیگه هم برخوردار نمیشن. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید، امیدوارم که مطالب مفید بوده باشه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.